دولت اوباما قبلا اعلام کرده بود که آمریکا این حق را دارد که هر زمانی تحریم ها علیه ایران را به سرعت برگرداند، مخصوصا از دو کشور دوستمون یعنی روسیه و چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند. 5 سال بعد از توافق هسته‌ای شبح جنگ به منطقه بازگشته. در 60 دقیقه امشب میپرسیم که آیا برجام نیمه جان ممکن است دوباره زنده شود؟ آیا دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و غرب ممکن است فرو بریزد؟ این سوال من از دو میهمان 60 دقیقه امشب است. همچنین در ادامه برنامه، ادامه سقوط ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی، دلار در بازار آزاد از مرز 23 هزار تومان گذشت. وقتی که عدو سبب خیر می شود، کسب و کارهای کوچکی که ویروس کرونا به دادشان رسید. و شعله هایی که هم جنگل را سوزاندند هم آتش نشان های داوطلب را. زاگرس هنوز در آتش می سوزد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. منطقه‌ای که به انبار بارود تشبیه شده شاهد بازی با آتش است. دقیقاً در پنجمین سالگرد توافقی بین المللی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران، امضا کنندگان برجام 5 سال پیش امید داشتند که این توافق سایه جنگ را از ایران و حتی خاورمیانه دور کند. اما انفجار در تأسیسات نظامی خجیر و سایت هسته‌ای نطنز تازه ترین حلقه های زنجیره‌ای از حوادث هستند که آرامش را از منطقه زدوده. قبل از آن هم ترور قاسم سلیمانی و حمله ایران به پایگاهی آمریکایی در عراق تنش را به اوج رسانده بود. آغاز این تغییر مسیر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بود که فضا را دگرگون کرد. حالا اقتصاد ایران به شدت تحت فشار است. شبح جنگ بازگشته و دوام آنچه از این توافق باقی مانده هم به تار موی بسته است. آیا این توافق نیم بند هنوز اهمیتی دارد؟ دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و غرب بلندتر از همیشه است. در این اوضاع میتوان به گشایشی امید بست؟ کسرا ناجی گزارش میدهد. 5 سال از آن روز میگذرد، روزی که ایران و 6 قدرت جهانی در آخرین دور مذاکراتشان بعد از 17 روز و شب گفتگوهای فشرده و طولانی به توافقی رسیدند که خطر جنگ را از ایران و منطقه دور کرد و به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیت جهانی خاتمه داد. امروز اما این توافق با خروج آمریکا از آن آخرین نفس‌هایش را می‌کشد، به خصوص بعد از تازه‌ترین تهدیدهای آمریکا. قطعنامه‌ای که به شورای امنیت تسلیم خواهیم کرد، تحریم‌های تسلیحات متعارف را علیه بزرگترین کشور حامی تروریسم تمدید خواهد کرد. هدف این است که برای تصویب این قطعنامه با شورای امنیت همکاری کنیم. اما اگر شورا این قطعنامه را تصویب نکند، به دنیا یادآوری می‌کنم دولت اوباما قبلاً اعلام کرده بود که آمریکا این حق را دارد که هر زمانی تحریم‌ها علیه ایران را به سرعت برگرداند. آمریکایی که خودش بیش از 2 سال پیش از توافق هسته‌ای خارج شد و به گفته ایران و سایر طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای نمی‌تواند از مزایای آن برخوردار باشد. این رابرت آینهورن، یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده آمریکا. دولت ترامپ استدلال می‌کند که از شرکت کنندگان اصلی توافق و قطعنامه بوده و بر این اساس حق دارد علی‌رغم خروجش از توافق هسته‌ای تحریم‌ها را یک جانبه برگرداند. شاید هم از نظر حقوقی درست بگوید، اما چنین کاری از دید من از نظر سیاسی اشتباه بزرگی است، چون روسیه و چین گفتند که با آن مخالفت خواهند کرد. شاید هم سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با آن مخالفت کنند. اما شورای امنیت اینجا در جلسه 2 هفته پیشش از طریق تلکنفرانس باید تصمیم بگیرد که آیا آمریکا چنین حقی دارد یا نه. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام که در وین مستقر است میگوید در جهانی که هر روز عجیب تر می شود هر چیزی ممکن است. من نمیخوام وارد حدس و گمان بشوم. ما با شرایطی فوق‌العاده روبرو هستیم که در تاریخ شورای امنیت سابقه ندارد. ولی این حرفای امریکا مسخره است. امریکا که از توافق خارج شده است به هیچ وجه نمیتواند ادعا کند که هنوز یکی از شرکت کنندگان در این توافق است. تهدید دیگری که متوجه توافق هسته‌ای است عدم همکاری ایران با آژانس است که ایران را در مسیر برخورد و ضدیت با آن قرار داده.
ماه گذشته مدیر کل آژانس از عدم همکاری ایران جداً ابراز نگرانی کرد. شورای حکم در قطعنامه از ایران خواست که فوراً و کاملاً با آژانس در دسترسی به دو سایت همکاری کند. وزیران خارجه قدرت‌های اروپایی هم صبرشان با ایران به سر رسیده. مهمترین نگرانی آنها عدم پایبندی ایران به تعهداتش در برجام است. قدمی که ایران بعد از تحریم‌های آمریکا برداشت و برای نشان دادن ناخوشایندیش از اروپایی‌ها. اروپایی‌هایی که طبق توافق هسته‌ای می‌بایست تجارت عادی و آزاد با ایران داشته باشند و به جای آن از بیم تحریم‌های آمریکا تجارت را متوقف کردند. اما علی‌رغم ناتوانی اروپا به ادامه تجارت آزاد با ایران، اروپایی‌ها خواستار برگشتن فوری ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای شدند. سه قدرت اروپایی حالا مکانیزم حل اختلاف برجام را فعال کردند که می‌تواند به شورای امنیت بکشد و برگشتن همه تحریم‌ها. Of course, the reduction of Iranian commitments under the JCPOA. البته ما از اقدام ایران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام خوشنود نیستیم و قدری نگرانیم، ولی این را هم بگویم که آمریکا ایران را مجبور کرده که چنین قدمی بردارد. در جلسه اخیر شورای امنیت که برای بررسی قطعنامه 2231 از طریق تلکنفرانس انجام شد، ایران با دلی پر شرکت کرد. The timetable for the removal of arms restrictions. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اینجا گفت جدول زمانی برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جزئی لاینفک از سازش سختی است که توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 را ممکن کرده و تغییر آن غیر قابل قبول است. مشروط به این بود که ایران اما امیدش به روسیه و چین است. توقع ما از چهار کشور دائم اینه در برابر این توطئه بیستند، به خاطر منافع جهان، به خاطر ثبات جهان، به خاطر منافعی که در توافق هسته‌ای اون منافع مد نظر منطقه و جهان بود، مخصوصا از دو کشور دوستمون یعنی روسیه و چین، توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنن. اما آنچه که شاید بتواند برجام را از مرگ حتمی نجات بدهد، نتیجه انتخابات آمریکا باشد که قرار است تقریباً 4 ماه دیگر برگزار شود، اگر تا اون موقع برجام دوام بیاورد. دموکرات‌ها اگر پیروز بشوند، می‌خواهند توافق هسته‌ای را حفظ کنند، تنش با ایران را کاهش بدن و مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کنند. اگرچه در شرایط فعلی کار برای آنها هم آسان نخواهد بود و آنها نیاز به زمان خواهند داشت. بعد از روز شروع کار در 20 ژانویه 2021، دولت بایدن میتواند خیلی ساده اعلام کند که به توافق هسته‌ای برمیگردد. چون خروج دولت ترامپ از آن یک تصمیم حقوقی نبود و رئیس جمهوری از اختیارات سیاسیش برای این کار استفاده کرد. دولت بایدن میتواند با سرعت به آن برگردد، اما معلوم نیست با توجه به واکنش احتمالی و تند جمهوری خواهان و متحدان آمریکا در منطقه، اسرائیل و عربستان خیلی کار عاقلانه‌ای باشد. امروز یک روز تاریخی است. آن روز هنوز تاریخی است. اگرچه حالا ایران هم با تقاضای فعال شدن مکانیزم حل اختلاف توافق هسته‌ای به نوبه خود تهدید به خروج از برجام کرده. دوام این توافق حالا به موی بسته است. توافقی که خطر جنگ را برطرف کرد و نبودش آن را به ایران و منطقه برمیگرداند. کسرانجی بی بی سی. تاریا کرونبرگ از مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، سیپری از کوپنهاگ دانمارک با ما هستند. خانم کرونبرگ عضو سابق کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا بودند که از نزدیک در جریان مذاکرات برنامه اتمی ایران قرار داشتند. خانم کرونبرگ، آمریکا بیرون رفته، ایران نفعی از این توافق نبرده، چرا اروپا همچنان هست؟
اول از همه اتحادیه اروپا مبتکر توافق هسته‌ای بود. اتحادیه اروپا خیلی نزدیک بود در این مذاکرات اون 12 سالی که با ایران در حال انجام بود و خودش رو متعهد کرد به این توافق. اول از همه اصلا هدف اتحادیه اروپا این بود که نه فقط ایران تولسر هسته‌ای تولید نکنه، بلکه با ایران روابط اقتصادی برقرار بکنه. اینکه حالا آمریکا از برجام خارج شده و تحریم‌ها رو علیه ایران اعمال کرده که اتفاقا شرکت‌های اروپایی رو تحت تاثیر قرار داده، بله اینها یک مانع بوده و یک مشکل بوده. اتحادیه اروپا این رو یک عامل خیلی مهم می‌بینه و ما خیلی سعی کردیم که مکانیزم و سازوکار خاص تجاری رو با ایران برقرار بکنیم و هرچند در مقیاس کوچیکی بوده و همه مشکلات رو حل نکرده، ولی این نشون میده که ما تلاش خودمون رو کردیم که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنیم. این که تحریم‌های آمریکا رو می‌خواستید دور بزنید و انجام نشد و گله ایران هم همین هست، به خاطر این است که اراده سیاسی لازم وجود نداشته پشت این، یا اینکه واقعا امکان نبوده برای اروپا؟ اروپا اصلا به خاطر سازوکارهایی که در تحریم ها وجود داشته قادر به چنین کاری نبوده. اول از همه من فکر میکنم که اروپایی ها همیشه میخواستند که این کار را انجام بدن. این یکی از موارد مهمی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. اون چه که اتحادیه اروپا در تمام طول این 12 سال در طول این 12 سال مذاکرات همیشه با موافق بوده و بر سر اون اجماع کرده، این بوده که واقعا مشکل اصلی در حال حاضر اینه که اتحادیه اروپا نتونسته اونقدر که لازمه از آمریکا فاصله بگیره، به خاطر پیوندهایی که از سمت اقیانوس بین آمریکا و اروپا وجود داره. برای اینکه همکاری‌های اروپا و آمریکا باعث شده که مقداری تضعیف بشه اون قدرت اتحادیه اروپا، ولی خب اتحادیه اروپا به هر حال متعهد مونده به قرار داد. ولی به نظر من اتحادیه اروپا بله میتونست موضع تهاجمی تری بگیره، میتونست با روسیه و چین موضع محکمتری رو علیه خروج آمریکا از برجام بگیره. بله هر کدوم جداگانه موضع گرفتن، ولی اگه با همدیگه به طور مشترک یک موضع می گرفتن این خیلی کمک می کرد و مؤثر می بود. اما مشکل الان اروپا این هستش که بین ایران و چین حالا یک قرارداد راهبردی ظاهرا امضا شده و این نشون میده که ایران و چین در آینده خیلی به هم نزدیک خواهند بود. این مشکل برای اتحادیه اروپا. گفته میشه که هیچ وقت دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب تا این اندازه بلند نشده بوده، تا این اندازه ضخیم نبوده. آیا شما به ایران حق میدید که بعد از برجام، خروج آمریکا، اتفاقایی که افتاد، گزینه خودش رو عوض بکنه و رانده بشه به سمت کشوری مثل چین و تا حدودی هم روسیه؟ البته من فکر میکنم بسیار مسلم و واضح هست که اروپایی ها نتونستند اون تعهدات خودشون رو تا اونجایی که به جلوگیری از تحریم ها باشه لغو بکنن. اروپایی ها تحریم های خودشون رو لغو کردند، ولی با این فشارهایی که از طرف آمریکا داره اعمال میشه اروپایی ها واقعا نمیتونن شرط رو عوض بکنن. برای همین من کاملا درک میکنم که زمینه این قضیه نزدیک ایران و چین چی بوده و این برای ما از لحاظ اتحادیه اروپا غافلگیر کننده نبود، ولی خب تأسف باره. اتحادیه اروپا تاکیدش این بوده که برجام جنگ رو از سر منطقه دور کرده. الان اتفاقایی که داره میفته آیا باعث نشده که اتحادیه اروپا ناامید بشه؟ آیا فکر میکنید که واقعا برجامی که الان هست به این شکل هنوز کارایی جلوگیری از جنگ رو داشته باشه؟ It's difficult to say. I think nobody wants. Nobody.
به نظرم خیلی مشکل هست که ما الان حرف رو بزنیم. هیچکی دنبال جنگ در خاورمیانه نیست. هیچ کشوری نیست که الان بخواد در خاورمیانه جنگ بشه. بنابراین جنگ چیزی نیست که الان کسی مایل به اون باشه. ولی میدونین اروپایی ها وقتی در سال 2003 وارد این مذاکرات شدند، اصلا دنبال این بودند که در رابطه با ایران گزینه نظامی اتفاق نیفته، و برای این همین 15 سال واقعا تونستن این کار رو بکنن و موفق بودن که جلوی دخالت نظامی علیه ایران رو بگیرن. حالا چه اتفاقی میفته واقعا دست اروپایی ها نیست، بیشتر در دست کشورهایی هست که در خود خاورمیانه هستن و در دست آمریکا. ممنونم از تاریا کرونبرگ از مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، البته از کوپنهاگ دانمارک با ما. اما امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا آمریکا با ما هستند. آقای صوفیا مهر که از مخالفان توافق هسته‌ای هستند، معتقدند که برجام ابزار ناکارآمدی بوده که برای مهار سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی نتونسته اونطور که باید عمل بکنه. و همینطور نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ما هستند. خانم مرتضوی معتقدند برجام برخلاف ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شروع خوبی بود برای حل اختلافات میان ایران و غرب. سال اول رو از آقای صوفیا مهر میپرسم، از نظر شما تا چه اندازه گزینه جنگ جدیه در این روزها و شبها؟ گزینه جنگ برمیگرده به واکنش جمهوری اسلامی به تحولات منطقه. اینی که جمهوری اسلامی بخواد بجنگه و حتی توان جنگی در آن داشته باشه بسیار مورد شک و تردیده. من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بعد از اینکه نفوذش در منطقه با مشکلات زیادی مواجه شده، زیر فشار اقتصادی سنگین، زیر ضرب زور آمریکاست و به اصطلاح بسیاری از مشکلات داخلی رو داره، توان جنگیدن رو داشته باشه. اون چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم این که یه حمله یک طرفه چه از جانب اسرائیل چه از جانب آمریکا باشه به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به گونه‌ای که بتونه فعالیت هسته‌ای ایران رو تا 4 سال به اصطلاح به تعویق بندازه. برآورد کردن که حمله اخیر اسرائیل به نتنز نزدیک 30 تا سانتریفیوج نسل IR6, IR9, IR6 و IR9 از بین برده و این 1 تا 2 سال سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تعویق می‌ندازه. اگر اسرائیل فکر بکنه که بایدن سر کار میاد و بایدن اون به اصطلاح جدیت لازم رو برای برخورد با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی در آستانه هسته‌ای شدن و به اون نقطه غیر قابل برگشت هسته‌ای میرسه، اسرائیل این انسنتیو و این مشوق رو داره که بتونه به حمله بکنه به تأسیسات جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نزدیک 4 سال به تعویق بندازه. خانم مرتضوی، وقتی حرف از برجام بود میگفتن که برجام جایگزین نیست برای جنگ. حالا که برجام تضعیف شده و اتفاقایی هم در منطقه و در ایران در حال رخ دادن هست، فکر میکنید که گزینه جنگ تقویت شده؟ بله، من فکر میکنم علارغم اینکه همونطور که مهمونتون هم گفتن من موافقم، نه جمهوری اسلامی جنگ میخواد توان جنگ رو داره، نه آمریکا توان یک جنگ دیگه‌ای مشابه اون اتفاقی که در عراق افتاد اگر بخواد چنین جنگی با ایران راه بندازه، یک جنگ کلاسیک بسیار پرهزینه تر هم خواهد بود. به هیچ وجه جامعه آمریکا اشتهای چنین جنگی رو اینطور که میگن نداره، نه بخش دموکرات نه بخش جمهوری خواه. او سله یک جنگ بی پایان دیگه در خاورمیانه رو نداره. اگه ما دقت کنیم انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع در 3 انتخابات گذشته، هم آقای ترامپ و هم آقای اوباما در هر 2 انتخابات شعار اصلی در سیاست خارجی پایان جنگ های بی پایان بود. ولی من فکر میکنم با افزایش تنش در این 1-2 سال بعد از خروج از برجام، باید دقت کنیم که شروع داستان از خروج از برجام و افزایش تنش، دو طرف به جنگ نزدیک شدن. جنگ کلاسیک نمیخوان، ولی جنگ های نیابتی، درگیری های نیابتی و حالا مشابه اتفاقاتی که
میبینیم این اخیراً در ایران افتاده، شاید مشابه قبل از این زمان استاکسنت یا انواع حملات سایبری یا در واقع جنگ غیر کلاسیک یا غیر متداول شانسش زیاده، ولی تا الان من فکر میکنم دو طرف سعی کردن که اون در واقع جنگ کلاسیک بین نیروها رو، ارتش در واقع دو طرف رو جلوش رو بگیرن، ولی شانسش زیاده. شما گفتید که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، ولی خب در 6 ماه اخیر یک بار پایگاه عین الاسد هدف قرار گرفته، یک بار هم تأسیسات نفتی عربستان سعودی که خیلی البته انگشت رو به سمت جمهوری اسلامی نشانه گرفتند. چه دلیلی دارید که اونقدر جمهوری اسلامی تضعیف شده که حتی قدرت واکنش نشان دادن رو هم نداره؟ ببینید واکنش رو ببینید، مثل اینکه همه ما در آشپزخونمون چاقو داریم، ولی که با این چاقو چه کار بکنیم اون مهمه. بله، جمهوری اسلامی میتونه واکنش نشون بده و الان دست بگه بلاحتی بزنه، الان مثلا موشک به سمت اسرائیل شلیک کنه، ولی خب این پیامد داره، این پیامد به اصطلاح هولناکش برای جمهوری اسلامی و حتی برای بقای خودش اجازه نمیده که جمهوری اسلامی دست به واکنش بزنه. جمهوری اسلامی اونقدر تضعیف شده که فکر میکنه اگر که مقابله کنه با آمریکا و اگر که به اصطلاح این جنگ‌های نیابتی رو مثل زمان اوباما جلو ببره، هزینه‌های سنگینی براش داره، مثل زدن تاسیسات هسته‌ای، مثل حتی زدن به اصطلاح بیت رهبری که بسیاری گفتن که منظور ترامپ از اون 52 نقطه فرهنگی یکیش اتفاقا همون بیت رهبری بود، میتونه همچین پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اسرائیل الان کاری که با جمهوری اسلامی کرده، یعنی تمام اون سیستم دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی فرو ریخته. پیامی که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میده، هر نقطه، هر زمان و حتی با اعلام قبلی ما میتونیم حمله کنیم و شما کاری از کار نمیتونیم به پیش ببرید. این مسئله مهمه، و یعنی جمهوری اسلامی بله میتونه دست به واکنش بزنه، ولی میتونه بقای خودشو به خطر بندازه. خانم مرتضوی، اگر سطح تهدید اینقدر بالاست و در گذشته یک بار هم جمهوری اسلامی سعی کرده که به قول شما شروع به تنش زدایی بکنه با آمدن پای برجام، هیچ تصوری میشه کرد که دوباره جمهوری اسلامی بخواد به سمت کاهش تنش با غرب پیش بره، مشخصا با آمریکا؟ بله، من فکر میکنم این پیام اولا اینطور که ما تهران از مقامات میشویم، حتی از رهبر جمهوری اسلامی هست که آمادگی بازگشت به برجام رو دارن. حتی تا همین الان هم میبینیم اونطور که آقای ترامپ زد زیر توافق و در واقع بدعهدی کرد در برجام، جمهوری اسلامی جنبندی این بود که به صورت از برجام خارج نشد، یعنی کم کم داره با نگه داشتن بعضی از پلهای پشت سرش جوری از برجام در واقع تهدید رو جوری، حالا با نگاه به طرف اروپایی و حتی آمریکا، جوری داره پیش میبره که ولی راه برگشت رو داشته باشه. مرتب اشاره کردن که حتی با همین دولت ترامپ اگر میخوان با ما مذاکره کنن، برگردن پای میز برجام، برگردن به مکانیزم برجام. و من فکر میکنم زمان آقای ترامپ در این چند ماه باقی مونده تا انتخابات خیلی بعیده که گفتگوی جدی انجام بشه، اما بعد از اون اگر جو بایدن پیروز بشه و به کاخ سفید بیاد، بسیار شانسش بالا هست. یعنی این چیزیه که تیم آقای بایدن و خود آقای بایدن میخواد، فقط زمان بندیش کمی کوتاه تا زمانی که آقای روحانی و ظریف در دولت هستن هنوز در ایران، در اون چند ماه، ولی من فکر میکنم این فرصت هست. اگر تا اون زمان نیروهای جنگ طلب اینجا در واشنگتن و نیروهای جنگ طلب در تهران و در تل‌آویو در ریاض اون جنگ دلخواهشون رو راه انداخته باشن. خانم مرتضوی معتقدن که هنوز جمهوری اسلامی دل نکنده، ولی آقای صوفیا مهر، دولت آمریکا چه؟ آیا این چیزهایی که دیده میشه معنا و مفهومی غیر از دل کندن از جمهوری اسلامی و رفتن به سمت تغییر رژیم داره؟ ببینید، برجام بر اساس یک نوع سوء تفاهم نسبت به انتظارات طرفین نسبت به برجام بود و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. مشکل برجام تک مسئله بودن اون بود. جمهوری اسلامی فکر می‌کنه اگه مشکل هسته‌ایش رو با غرب حل بکنه، میتونه سیاست‌های تهاجمیش رو در حوزه‌های دیگه مثل نقض حقوق بشر و کشتار مردم خودش و همچنین نفوذ منطقه‌ای و بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه و برنامه‌های موشکی خودش به پیش ببره.
نمیتونست همزمان در همه این جبهه‌ها بجنگه. صلح محدود اعلام کرد در جبهه هسته‌ای که بتونه پیشرفت بکنه در جبهه‌های دیگه، و آقای اوباما دست جمهوری اسلامی رو تو این حوزه‌ها باز گذاشت. مثلا حزب الله میگن که اوباما چشم‌پوشی کرد از گزارشی که در مورد داد و ستد مواد مخدر توسط حزب الله انجام میشد. دست ایران در عراق و یمن و افغانستان باز گذاشت و به اصطلاح شاید پیامد ناخواسته صلح با جمهوری اسلامی از سوی غرب در حوزه هسته‌ای ناخواسته جمهوری اسلامی رو در این جبهه تهاجمی کرد. و اگر که خانم کلینتون هم به کاخ سفید می اومد، با جمهوری اسلامی در این حوزه ها مشکل می داشت. و اگر آقای بایدن بیاد، و اینکه سیاهی لشکر آقای ظریف الان فکر میکنن بایدن به اصطلاح اون امام زمانشونه که نجاتشون میده، این اشتباس به همچی چیزی. بایدن گفته من تحریم ها رو بر نمیگردونم، و اینکه جمهوری اسلامی هم از یه طرفی بی اعتماد شده به آمریکا و بی اعتمادیش بیشتر شده، و اگر بخواد برجام رو حفظ بکنه باید به اصطلاح تایید کنگره رو بگیره، و کنگره خصوصا سنا اگر که در دست جمهوری خواست به هیچ وجه همچی تاییدی رو به آقای بایدن نمیده. و جمهوری اسلامی از سوی دیگه مجبوره که به اصطلاح یک نوع تاوانی رو از آمریکا و غرب طلب بکنه، به خاطر که آقای ترامپ از برجام خارج شده. و این چیزی نیست که آقای بایدن بخواد، این مشوقی نیست که آقای بایدن حاضر باشه به جمهوری اسلامی بده. بنابراین سطح توقعات بالا رفته، ابزارهای هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده بعد از حملات هسته‌ای اسرائیل، به همین خاطر جمهوری اسلامی تمام برگ‌هاش رو یکی یکی داره از دستش خارج میشه و بنابراین اهرم مذاکره‌ای نداره. خانم مرتضی، به نظر میاد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار سرنوشت سازتر از این که برای مردم آمریکا باشه برای مردم ایرانه. در هر صورت یکی از گزینه‌ها اینه که آقای ترامپ بمونه و خب احتمال آمدن آقای بایدن هم هست. گشایشی خواهد شد در رابطه میان ایران و آمریکا اگر وضعیت به گونه‌ای رقم بخوره که مثلا آقای بایدن بیاد سر کار؟ بله، بذارید من یه اشاره بکنم. برجام به این دلیل موفقیت‌آمیز بود که فقط تمرکزش روی مسئله هسته‌ای بود. دو سال، ما فراموش نکنیم، دو سال مذاکره واقعا نفسگیر اینطور که همه طرفین گفتن انجام شد فقط روی مسئله هسته‌ای. اگر تمرکز می‌خواد بیشتر از این باشه، همونطور که هر دو طرف طرفین خواسته های بیشتری داشتن، مثلا هیچ وقت شاید به توافق نمی‌رسن. دلیل اینکه برجام موفق شد این که گفتن روی یک مسئله تمرکز کنیم و بعد روی مسائل دیگه هم بپیوندیم. دولت آقای اوباما با فعالیت‌های منطقه ایران مخالف بود، بسیار از دولت‌های اروپایی هم مخالف هستن، ولی این دلیل اینکه برجام تونست موفق بشه به سرانجام برسه اینه که راجع به همه مسائل نخواستن صحبت کنن، گفتن دونه دونه صحبت کنیم که حالا به این اتفاقی که دیدیم رسید آقای ترامپ خارج شد. اگر آقای بایدن به کاخ سفید بیاد، سوال شما که خب مسلماً گفته که هدفش دیپلماسیه بیشتر با ایران هست، به احتمال زیاد برگشت سریع به برجام، حالا تحت شرایطی اینکه ایران قبول کنه که گسترش فعالیت‌های هسته‌ایش رو در واقع به همون جای قبلی در برجام برگردونه، تعهداتش در واقع به برجام رو کاملا اجرا کنه در ازای لغو تحریم‌هایی که آقای ترامپ برگردونده. ولی من فکر می‌کنم حتی اگه آقای ترامپ هم در کاخ سفید بمونه، به دلیل اینکه آقای ترامپ یک جمهوری‌خواه ویژه است، یعنی فردیه که حالا با اینکه استراتژی طولانی مدت نداره و اینا، ولی نه جمهوری خواه نه خیلی دموکرات از این نظر، بیشتر حالت معامله‌ای به ماجرا نگاه می‌کنه و خیلی علاقه داره اتفاقا به اینکه یه توافق با ایران داشته باشه، فقط راهش و استراتژیش رو بلد نبوده تا الان. هی مرتب گفته بیایم پای میز با من مذاکره کنیم، بیایم به این توافق بهتر برسیم. درچه من فکر می‌کنم بعد از انتخابات اگه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با آقای ترامپ برای 4 سال دیگه در کاخ سفید بمونه، ممکنه که، یعنی امیدوارم که محاسبات در تهران تغییر کنه و شاید گشایشی بشه به شکل دیپلماسی که شاید دری رو حالا به سمت آمریکا باز کنن و نهایتاً از این موقعیت ویژه آقای ترامپ و علاقه زیادش به دیپلماسی و توافق کردن استفاده کنن برای کاهش تنش، برای اینکه در نهایت داستان اینه که خب آمریکا کشور قدرتمندیه، اقتصاد قدرتمندیه و از برجام خارج شده، همونطوری آقای ترامپ از قرارداد پاریس خارج شده، از یونسکو خارج شدن، ولی نهایتا خب ایران میخواد چیکار کنه؟ این افزایش تنش به ضرر هر دو کشوره و خب ضرر بیشتر رو مردم ایران دارن میبینن و نهایتا باید به سمت تنش زدایی برن، حالا حتی اگه مجبور باشن
با آقای ترامپ گفتگو و توافق کنه. آقای صوفی عامر، حدود 30-40 ثانیه وقت داریم که شما هم نظر خودتون رو بگید، در خصوصا در مورد این بخشی که ممکنه آقای ترامپ نظر خودش رو عوض کنه. اون چیزی که از نظر ما به عنوان ناظر عقلانی لزوما برای جمهوری اسلامی عقلانی نیست. ببینید، عقلانی این بود از نظر یک ناظر که جمهوری اسلامی بعد از برجام روابط اقتصادی خودش رو با آمریکا گسترش پیدا کنه و یه حالت به اصطلاح وابستگی دو سویه یا اون چیزی که در روابط بین الملل بهش میگن اینتردپندنسی به وجود بیاره. برای آقای خامنه‌ای گفت که برجام دو در کار نیست و همین برجام باید ببینید خانم مرتضوی مغلطه میکنن و آرزوها و خیالات خودشون رو جای به اصطلاح سیاست جمهوری اسلامی جا میزنن و خواسته یا ناخواسته به یه نوع مردم فریبی دامن میزنن. خانم نگار مرتضوی، مردم فریبی نکنین. آقای خامنه‌ای گفت برجام دو در کار نیست. پس بنابراین شما بگین که حالا این قدم اولی بود جمهوری اسلامی برداشت و در آینده میخواست برداشت، این حقیقت نداره. حدود یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه خانم مرتضوی شما فرصت دارید، بفرمایید. آقای مهمان عزیزتون، من نمیدونم چرا توهین میکنه، دوبار توهین کردم، من نمیخوام جواب توهینشون رو بدم، ولی مسئله نیست، من دارم تحلیلم رو میگم. امیدوارم شاید شما نشید، امیدوارم که تندروهایی که در تهران به دنبال جنگن و تندروهایی که اینجا در واشنگتن به دنبال جنگن، ظاهرا شما هم با اونا هم نظر هستین، به نظر میاد که خیلی علاقه‌مندین که جنگ شروع بشه، حمله بشه، امیدوارم به سمت تنش زدایی برم و گفتم در صورتی آقای بایدن بیاد احتمالش شما از علاقه من حتی در صورت اجازه بدید صوفی عامر اجازه بدید خانم مرتضوی تمام کنم حرفش رو، بفرمایید. به من توهین کردین، گفتین سیاهی لشکر ظریف، گفتین مردم فریبی می‌کنه. من به شما توهین نمی‌کنم، فقط من دارم میگم نظرم اینه که آقای بایدن بیاد اجازه بدید، آقای بایدن بیاد در تماس نزدیک با تیمشون هستن، با افرادی که باشون نزدیک هستن، به احتمال زیاد در دیپلماتی باز میشه. اگر آقای ترامپ هم بمونه، همونطور که خودش 4 ساله گفته که تو رو خدا بیاین با من مذاکره کنیم، بیاین پای میز بشینین، عجب رهبران عالی داره ایران، احتمال این هست که آقای ترامپ ممنونم. این بحث البته دامنه گسترده‌ای داره. ممنونم، وقتمون تموم شد. نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار و ستون نویس روزنامه ایندیپندنت انگلیسی از واشنگتن دی سی، و همینطور امین صوفی عامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون از همین ایالت با ما. در ایران افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد. امروز قیمت دلار در بازار آزاد به بیشتر از 23,000 تومان رسید. در همین حال قیمت فروش دلار در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها هم بیش از 22,000 تومان اعلام شده. مقام‌های ایرانی تحریم‌های آمریکا و شیوع کرونا را از عوامل افزایش شدید قیمت ارز اعلام کردند. پیشتر رئیس بانک مرکزی گفته بود که نوسانات بازار ارز موقتی است. فریدون خاوند، استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، از پاریس با ما هستند. آقای خاوند، ادامه پیدا کرده افزایش نرخ ارز، دلیل این ادامه چیه؟ ببینید، ارز یک کالاست و مثل همه کالاها تابع عرضه و تقاضاست. عرضه ارز در حال حاضر در جمهوری اسلامی کمه، به دلیل اینکه صادرات نفتی الان به سطح بسیار بسیار پایینی رسیده و صادرات غیر نفتی هم ارزش ناچیزه. آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً 80 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده برای اینکه قیمت ارز رو ثابت نگه داره، مقابل 55 میلیون دلار در روز. حالا پرسشی که در حال حاضر مطرحه اینه که آیا بانک مرکزی از ارز پاشی دست برداشته یا میخواد ادامه بده؟ تا به حال به نظر میرسه که یک مقداری تصمیم گرفته بانک مرکزی با توجه به این که دستیابی ایران به ارز بسیار دشوار هست، جلوی ارزپاشی رو بگیره و به همین علت هست که دلار با این سرعت بالا میره. و از طرف دیگه پسندازشون مثل برف در آفتاب تابستانی در حال ذوب شدن هست، هجوم بردن برای اینکه مابقی پسندازشون رو نجات بدن. به نظر من عامل اصلی کمبود عرضه و اینکه تقاضا بالاست، عرضه عرض کمه و معلوم است که بانک مرکزی بیشتر دلار رو بگیره یا نه و آیا امکان این کار رو داره یا نه. متاسفانه کیفیت خط ارتباطی ما خیلی خوب نیست، ما بعضی از جمله های شما رو نشنیدیم. منتها بورس قیمتش، یعنی بازار بورس هم جهش پیدا کرده، قیمت مسکن بالا رفته، طلا هم همینطور، خودرو هم همینطور، اینها به هم دیگه مرتبطه؟ بله بله،
اینها به هم ارتباط دارند به دلیل اینکه اینها بازارهای موازی هستند و اگر در یه روزی در حال حاضر حباب در بازار بورس بسیار بسیار بالا سنگینه، اگر حباب در بازار بورس بترکه و این نقدینگی سرازیر بشه به بازار ارز، اون موقع ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ ارز خواهیم بود. ممنونم از فریدون خاوند، استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، از پاریس با ما و با پوزش به دلیل اینکه گاهی خط ارتباطی ما با مشکل همراه بود. طی 24 ساعت گذشته 203 نفر دیگر در اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. عیسی جعفری نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس 11 از جمله جان باختگان اخیر بیماری کووید 19 است. شیوع کرونا در ایران دوباره سرعت گرفته و وضع چندین استان قرمز اعلام شده. برگزاری تجمعات بزرگ ممنوع است و تعداد زیادی از آزمون‌های دانشگاهی هم به تعویق افتاده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. وضعیت قرمز در چندین استان ایران، بحران کرونا در یک اوجگیری دوباره، قربانیان بیشتری را به کام خود می‌کشد. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 203 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 13032 نفر رسیدن. در این شرایط الزام به استفاده از ماسک جدی‌تر دنبال می‌شود. مقام های ایران به شروع موج دوم کرونا در ایران اذعان کردند، ولی گفتند به جای تعطیلی اقتصاد باید مردم بیشتر رعایت کنند و تجمعاتی مثل مراسم عروسی و عزا و گرد همایی های فرهنگی و سمینارها نباید برگزار شوند. اما امروز آنچه برگزار نشدنش بیش از همه خبرساز شده، تعویق تعدادی از آزمون های سراسری در ایران از جمله دکترای نیمه متمرکز و کارشناسی ارشد ناپیوسته است که اولین آنها قرار بود 26 تیر ماه برپا شود. حالا سازمان سنجش خبر داده که زمان برگزاری این آزمون‌ها تغییر کرده. آزمون‌هایی که ده‌ها هزار داوطلب ماه‌هاست با استرس فراوان خود را برای آن آماده می‌کردند. با این اوصاف فعلا آنگونه که مسئولان گفتند زمان تعیین شده برای برگزاری تعدادی از آزمون‌های سراسری همچنان به قوت خود باقی است. فعلا تصمیم در خصوص تعویق آزمون سراسری سال 1309 گرفته نشده و آزمون سراسری سال 1309 به قوت خودش باقیه و در روز 30 و 31 مرداد ما برگزار میشه. کرونا روند زندگی معمولی و برنامه ریزی های خیلی ها را مختل کرده، ولی اهمیت آن در مقابل مرگ روزانه تعداد زیادی از بیماران رنگ میبازد. از جمله مرگ و میر 91 نفر از کارکنان نظام بهداشت و درمان ایران. این آمار از کشورهای مثل آمریکا و روسیه که بیش از 500 نفر از پرسنل درمانی آنها به علت ابتلا به کرونا جان باختن فاصله بسیار دارد. ولی به گفته سازمان عفو بین‌الملل همچنان ایران را از این لحاظ در رتبه 10 کشور اول جهان قرار می‌دهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. با وجود ضربه بزرگی که همه‌گیری کرونا به اقتصاد کشورهای مختلف زده، کم نیستن شرکت‌های بین‌المللی و کسب و کارهای کوچکی که از شرایط ناشی از شیوع این ویروس سود بردن. بیشتر این شرکت‌ها و افراد خدمات خود را آنلاین ارائه می‌کنند. فرین عاصمی نگاهی کرده به این کسب و کارها. ویروس کرونا برخلاف تصور برای همه کسب و کارها ضرر نداشت. کرونا حتی سود سرشاری نصیب بعضی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کرد. بر اساس آمار آرتیزون، شرکت مشاوره و تحقیق آمریکایی، بازار ژل‌های ضد عفونی کننده دست تا پایان امسال 11 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی چیزی حدود 600% رشد نسبت به سال قبل. شیوع کرونا میلیون‌ها نفر را خانه نشین کرد و باعث شد بسیاری از ارتباطات خانوادگی و دوستانه و کاری از طریق اپلیکیشن ویدیو کنفرانس زوم انجام شود. به گفته شرکت تحقیقات بازرگانی سنسور تاور، در ماه آوریل اپلیکیشن زوم 131 میلیون بار دانلود شده. زمانی که سال گذشته زوم نخستین سهام خود را به صورت عمومی به فروش گذاشت، ارزش آن نزدیک به 16 میلیارد دلار بود. حالا این مقدار بیش از 58 میلیارد دلار شده. زمانی که برای خرید نمیتوانید از خانه خارج شوید، خریدها به خانه شما میآیند. آمازون یکی از گزینه‌های خرید آنلاین بود که در ماه آوریل فروشش به ثانیه 11 هزار دلار رسید.
اما دو هفته بعد این شرکت اعلام کرد بعد از سالها برای اولین بار ضرر کرده، چون به دلیل حجم بالای خریدها مجبور شده نیروی اضافی استخدام کند. علاوه بر این آمازون میگوید 4 میلیارد دلار برای خرید ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده برای انبارهای غولاسایش هزینه کرده. روابط عمومی شرکت آمازون به بی بی سی فارسی گفت درآمد خالص این شرکت در 4 ماهه اول پارسال 3.5 میلیارد دلار بوده، در حالی که امسال در همین مدت به 2.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در ایران هم بعد از شیوع کرونا و خانه نشینی مردم، خرید آنلاین از سوپرمارکت ها رواج بیشتری گرفت. بسیاری برای اینکه در معرض ویروس قرار نگیرند ترجیح دادن در خانه بمانند و از سوپرمارکت بخواهند کالاهای مورد نیازشان را برایشان به در خانه بیاورد. مهرداد عبدالرزاق رئیس هیئت مدیره اسنپ فود اواخر فروردین در یک گفتگوی زنده در اینستاگرام گفته بود در دوران قرنطینه سفارش مواد غذایی از اسنپ فود 4 برابر افزایش یافته، اما میزان سفارش غذا از رستوران ها با این اپلیکیشن کم شده. اسنپ فود به دعوت بی بی سی فارسی برای مصاحبه پاسخی نداد. فروش تجهیزات ورزشی و بدنسازی هم در دوران قرنطینه در سراسر دنیا افزایش یافت. بسیاری هم به انجام تمرین‌های روزانه در خانه روی آوردند. مربی‌های ورزش هم به جای آموزش در باشگاه‌ها به آموزش آنلاین پرداختند. متأسفانه دوباره موج دوم کرونا داره قربانی می‌گیره. تقریبا یک هفته است من تعداد شاگردایی که توی خونه تمایل دارن تمرین کنن به صورت خصوصی با من داره زیاد میشه و فکر میکنم این از این ناشی شده که میترسن بیان باشگاه تو محیط بسته باشن و جمعیت زیاد باشه و به این خاطر ترجیح میدن توی خونه تمرین کنن و من حدودا یکی دو هفته است که تعداد شاگردای خصوصی که تو خونه تمایل به تمرین دارن برام خیلی زیاد شده و با ماسک و دستکش میرم توی خونه و با اون وسایل کمی که توی خونه دارن دمبل و کش و این چیزا با اونا تمرین میکنم باشون. بعد از شیوع کرونا بازار گمانه‌زنی و شایعه درباره داروهای شیمیایی و گیاهی مؤثر برای مقابله با این ویروس هم داغ شد. از توصیه به مصرف زنجبیل و سیر و لیموترش تا عنبرنصارا و روغن بنفشه و ادرار شتر. گرچه کارشناسان هشدار دادند هیچ کدام از این موارد برای مقابله با کرونا مؤثر نیست، اما تعداد زیادی برای تهیه این مواد به عطاری ها مراجعه کردند. اوایل کرونا تعطیلی بازار تاثیر نسبتاً منفی روی فروشمون گذاشت و البته باعث بهبود فروش آنلاینمون شد. بعد از باز شدن بازار و عادت کردن مردم به زندگی با کرونا، فروش محصولاتی که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنن مثل زنجبیل، دارچین، آویشند و امثالهم هم بیشتر شد. الان که دیگه تقریبا همه عادت کردن به اینکه چطوری با کرونا زندگی کنن و دیگه تقاضا برای دارو و یا گیاه خاصی که محسوس باشه مثل اوایل کرونا نه نداریم. من این خمیر رو دو تا نون درستش میکنم. کیک‌پزی و شیرینی‌پزی از دیگر کارهایی بود که یک باره و در قرنطینه محبوبیت زیادی پیدا کرد. در بسیاری از کشورها حتی آرد نایاب شد. تقاضا برای پختن نان و آموزش آن از طریق شبکه‌های اجتماعی هم افزایش پیدا کرد. من این چالش رو روبروم داشتم که خب هم به هر حال باید از نظر اقتصادی زندگیمو تامین می‌کردم و هم اینکه یک مقدار زیادی وقت خالی داشتم که باید اینا رو پر می‌کردم. همیشه کلاس‌های غیرحضوری داشتم به صورت خیلی محدود به خاطر اینکه زمان اجازه نمی‌داد و مکانم هم کوچیک بود و خیلی بهم ازم تقاضا می‌کردن که کلاس‌های آنلاین بذارم. این باعث شد که ناگهانی به ذهنم رسید که خب من شاید بتونم از این فرصت و از این زمان استفاده بکنم برای اینکه کلاس‌های غیر حضوری رو هم فعال بکنم. اولش این ایده رو داشتم که حداقل کاری که من میتونم برای جامعه بکنم که الانم همه ترسیدن و همه تو خونن و یه آینده نامعلومی جلو رومون هست اینه که من بتونم به همه کیک تولد یاد بدم و با این ایده شروع کردم که هر کسی بتونه کیک تولد خودش رو یا اطرافیانی که باهاش تو قرنطینه هست رو بپزه، چون به حال تولد ها می اومدن. برای هممون اولا تازه بود و یه جورایی انگار که آزمون رو خطا داشت برای خودش میرفت جلو و ما یاد میگرفتیم که بعد حالا چیکار بکنیم. پریس رضایی مدرس شیرینی پزی با طعم ایرانی میگوید از ابتدای قرنطینه تا حالا حدود 15,000 نفر در کلاس‌های آنلاین او شرکت کردند. در بسیاری موارد کلاس‌ها و فعالیت‌های دست جمعی آنلاین در کنار سود اقتصادی فرصتی است برای نزدیک شدن انسان‌ها به هم در زمانی که خطری مشترک تهدیدشان می‌کند. ویروس کرونا
خطری که به نظر می رسد حالا حالاها با انسانها همراه خواهد بود. فرین آسمی، بی بی سی. آتش‌سوزی های تازه‌ای در مراتع و جنگل های زاگرس دوباره شعله‌ور شده، از جمله بار دیگر در منطقه حفاظت شده خائیز و همینطور منطقه دمچنار در استان کهگیلویه و بویراحمد. ماموران دولتی و نیروهای داوطلب مردمی در این مناطق بدون امکانات کافی مشغول خاموش کردن آتش هستند. تاکنون 7 نفر در جریان آتش‌سوزی های جنگلی امسال در ایران جان باختند و بر اساس اعلام سازمان فضای ایران آتش به جان بیش از 40,000 هکتار از جنگل ها و مراتع زاگرس و گونه های گیاهی و جانوری آن افتاده. هر چی خاموش میکنیم این خط آتش رو باز هم به انتهاش نمیرسیم. بچه ها دارن تمام تلاششون رو میکنن، بچه های تشکل نهضت صف دمشون گرم. میبینید این خط آتش رو ما از کجا کنترل کردیم؟ باید ببینید سرعت حرکت آتش رو. متاسفانه نیرو خیلی کمه. بیا چنار نیرو کمک فرار کن. یک داوطلب مهار آتش در استان کهگیلویه و بویراحمد روی خط تلفن با ما هستند. الان آتش به منطقه دمچنار رسیده، شما فکر میکنم که آشنا هستید با اونجا، کمی در مورد این منطقه بگید. عرض شب بخیر دارم. بله، منطقه دمچنار در مسیر یاسوج اصفهان قرار داره. منطقه ای که از لحاظ طبیعت و جنگل منطقه بسیار بکریه، جنگل های تنیده و پرپشتی داره، همچنین گونه گیاهی و جانوری متنوعی توی این منطقه وجود داره. در واقع منطقه ای هست که جاده معروف و ناتمام اصفهان پاتاره دهدشت از این مسیر عبور میکنه. آتش سوزی در منطقه دمچنار تقریبا هلوش 3-4 تا روستا الان همچنان شعله‌ور هستش. این مناطق مثلا یک سمت یک روستایی به اسم گردوه، از یک روستایی دیگه به اسم علی کرمی و یکی دو تا روستایی مثل دیگه بجک اونجا حضور دارن که آتش تقریبا به روستاها نزدیک شده. متاسفانه ما در آتش‌سوزی هایی که این دو سه روز اتفاق افتاده بود حتی فرار گونه های جانوری مثل گراز رو داشتیم که ویدیوهاش هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شده. متاسفانه از 3 روز قبل شروع شده بود، نیروها تونستن کنترل کنن، نیروهای منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست. متاسفانه به علت سهل‌انگاری و فراخوانده نیروها متاسفانه شعله‌ور شد و مناطق بسیار وسیع رو متاسفانه در مناطق بسوسی رو سوزوند و من فکر میکنم این میتونه یکی از بزرگترین آتش در چند وقت اخیر در منطقه زاگرس و استان ما رخ داده. حجم آتش بسیار زیاد بوده و درختانی که متاسفانه درختان بلوطی که از بین رفتن هم تعدادشون به صدها درخت میرسه. بله، وقتی که منطقه ارسباران شاهد آتش سوزی بود خیلی سریع واکنش نشون داده شد. در مورد زاگرس اینطور نبوده، حدود یک ماه و نیم هم هست که آتش سوزی ها ادامه داشته. دلیلش چی هست؟ فکر میکنید چرا؟ ببینید این بحث من فکر میکنم یک بحث بسیار اساسی هستش. ما وقتی در منطقه زاگرس در منطقه آتش میگیره تعدد زیادی از آتش‌سوزی ها رو به صورت همزمان داریم، مثلا چندین ناحیه به صورت همزمان آتش میگیره. ما حتی نیروی دست خالی که وجود داره، نیروهای منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست و تشکل‌های مردم نهادی که وجود داره حتی به اندازه این نیستن که برای این ناحیه ها ارسال کنیم با همون دستان خالی. خب این شبهه، این نبود نیرو و تجهیزات بسیار ابتدایی این شبهه رو ایجاد میکنه که بله در مناطق دیگه از ایران یک سری اتفاقات یا آتش‌سوزی های رخ میده که تمام دستگاه ها، تمام نیروها و تمام سازمان ها سریع به منطقه اعزام میشه. متاسفانه در مورد زاگرس چنین اتفاقی نمیافته. ما نیروهایی که الان داریم یک ماه و نیم دارن تلاش میکنن آتش‌سوزی های متعددی رو کنترل میکنن، ولی از ابتدایی ترین امکانات
محروم هستن. حتی تلاش نشده برای این نیروهایی که دارن زحمت میکشن و حتی برخی از این نیروها جونشون رو هم از دست دادن، تلاش نمیکنن که حتی تجهیزات و امکانات اولیه متناسب با آتش سوزی رو تهیه کنن. حتی ما یک سری دمنده هایی هم که در اختیار داریم مردم کمک کردن و از طریق سازمان های مردم نهاد این دستگاه ها تهیه شده و در اختیار نیروها قرار داده شده. متاسفانه هماهنگ سازی نیروها، نبود بالگرد، بیمدیریتی در منطقه زاگرس متاسفانه کاملا مشهود هستش و هیچ گونه حرکتی برای رفع این ضعف ها و این نقاط ضعف منطقه مدیریتی و بی‌تجهیزاتی در حوزه زاگرس نمیشه. نمیدونم چرا باید واقعا همچین اتفاق بیفته، چرا باید کسی که در زاگرس اونم با این همه حجم عظیم آتش‌سوزی، با این تعدد و همزمانی آتش‌سوزی ها، چرا نباید ساده ترین و ابتدایی ترین امکانات رو در اختیار بدن و همزمان همین اتفاق در ناحیه دیگر از کشور داره رخ میده، سری بالگرد اعزام میشه، آبپاش آتش نشانی اعزام میشه، هلال احمر اعزام میشه، هلیکوپتر به منطقه اعزام میکنن. همه ما هم میدونیم دسترسی مناطق آتش سوزی در زاگرس بسیار صعب العبور هستش و بسیار پیچیده تر از نواحی دیگر در ایران هستش، ولی متاسفانه نگاهی که داره میشه یک نگاه کاملا چیز تبعیض آمیزی هستش نسبت به این مناطقی که متاسفانه وجود داره و اون چیزی که ما از نزدیک داریم میبینیم متاسفانه آتش داره به علت نبود تجهیزات بی امکاناتی ما داریم جنگل های بیشتری رو از دست میدیم و درختان بلوط بیشتری دارن میسوزن و خاکستر میشن. ممنونم از شما. یک داوطلب مهار آتش در استان کهگیلیه و بای رحمت. در ایران محروم شدن یک دانش آموز بهایی از ادامه تحصیل در مدرسه در کرج واکنش آمریکا را در پی داشته. وزارت خارجه آمریکا در حساب فارسیش در توییتر حاکمیت ایران را متهم کرده که با استعدادترین شهروندان خود را هدف قرار میدهند. ادیب ولی 15 ساله است و در مسابقه رباتیک و هوش مصنوعی در داخل و خارج از ایران بارها مقام کسب کرده، اما به گفته پدرش به دلیل بهایی بودن نتوانسته در دوره دوم متوسطه ثبت نام کند. باران عباسی گزارش میدهد. لیگ خلاقیت در رباتیک کسب توسط تیم ICR. ادیب ولی 15 ساله، ساکن کرج، برنده مدال‌های رنگارنگ در مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی در داخل و خارج از ایران. دانش آموزی که افتخار هر مدرسه و معلمی است، به گفته پدرش از ادامه تحصیل در مدرسه‌ای که 3 سال در آن درس خوانده محروم شده، تنها به دلیل بهایی بودن. برای ثبت نام تو پایه دهم به مدرسه رفتیم، سری فرم ها دادن که ما پر بکنیم. در اون یکی از این برگه ها بخش ستون مذهب بود. طبق معمول ما نوشتیم بهایی که مسئول ثبت نام پایه دهم وقتی این برگه رو دید تعجب کرد و گفت چرا نوشتید بهایی؟ گفتیم خب بهایی هستیم دیگه. نه نباید می نوشتید بهایی. گفتم شما نباید سوال میکردید، توقع نشته باشید ما در پاسخ سوالاتی که شما میکنید من یا پسرم ادیب بخوایم دروغ بگیم. که بعد از یه هفته، یعنی هر چهارشنبه هفته پیش، از مدرسه تماس گرفتن خاطر بهایی بودن، گفتن که بچه‌تون دیگه نمیتونه این مدرسه ادامه تحصیل بده. این تصویری از کارنامه ادیب ولی در پایان پایه نهم است، رتبه اول با معدل بالای 19، اما آینده ای نامشخص. این یکی دو روزه میره بچهای دیگه هم کلاسیاش دارن درس میخونن، استارت این دوره دهم خورده شده. به تبع یه مقدار دلنگرانی ها داره که چه خواهد شد در واقع. محرومیت ادیب ولی از تحصیل واکنش وزارت خارجه آمریکا را هم در پی داشته. این گونه تبعیض که تنها مختص به رژیم است، هر روز به ایرانیان صدمه زده و ملت را از دستیابی کامل به توان بالقوه خود محروم می کند. بار دیگر رژیم با استعدادترین و نویدبخشترین شهروندان خود را مورد هدف قرار می دهد. اشاره به نقض حقوق بهائیان در ایران که عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد. شرایطی که بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی پررنگ شده. از جمله در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران.
و اشاره به آزار و اذیت سازمان یافته بهائیان، از جمله اعدام بیش از 200 بهائی در 4 دهه گذشته صرفاً به خاطر عقاید مذهبی، بازداشت خودسرانه بهائیان به اتهامات کاذب از قبیل جاسوسی برای دولت‌های خارجی، تخریب گورستان‌های متعلق به بهائیان و نقض حقوق اقتصادی آنها، از جمله پلمب خودسرانه مغازه‌ها، اخراج ناعادلانه از شغل و حرفه و لغو یا تهدید به لغو مجوز تجاری، شرایطی که پدر ادیب هم از آن مسئول نبوده. 12 سال پیش محل کسبم به خاطر بهائی بودن تو شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز پلمب کردن و تا الان هم با اینکه بارها در مراجع قانونی اقرار حق کردم متاسفانه بازگشایی نکردن، فقط به خاطر بهائی بودن. و همینطور محرومیت از تحصیل که عمدتاً در مقطع دانشگاه دیده شده، اما در بعضی مدارس مقاطع تحصیلی پایین‌تر هم اعمال می‌شود. این از برکات وجود حضرت امام بود. مقام‌های ایران بارها این اتهامات را تکذیب کردند. این گروه از شهروندان کشورمون بر اساس قرارداد شهروندی عمل میکنیم. لذا شما میبینید افراد بهائی هستن، کارخونه هم دارن در ایران. استاد دانشگاه هم هستن، در دانشگاه هم دانشجو هستن. اجازه تحصیل دارن. در دانشگاه هستن، بیش از 100 نفر داریم در دانشگاه. Being a Baha'i is not a crime. بهائی بودن جرم نیست. ما بهائیت را به عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسیم، اما این یک عقیده است. ممکن است کسی منکر وجود خدا باشد. ما به خاطر همچین چیزی زندانیش نمی‌کنیم. داستان ادیب و خانواده‌اش و بسیاری دیگر از بهائیان در ایران اما چیز دیگری می‌گوید. نقض آشکار حقوق اولیه تنها به دلیل دین و اعتقاد، که حالا بر آینده یک نوجوان 15 ساله با سابقه افتخارآفرینی برای کشورش ایران سایه انداخته. باران عباسی، بی بی سی. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و کانال ما روی یوتیوب تماشا کنید.